روستا با سختی می‌گذشت. روستایان ایران که قاطره ملت زحمتکش این مملکت هستند در وضع و شرایط بدی به سر می‌بردند. دهقان ایرانی از سپیددم تا غروب آفتاب با ابتدایی ترین وسایل کشاورزی بر روی زمین کار، اما از تمام حقوق اجتماعی محروم بود. او محکوم شده بود که چنین زندگی کند. چه کسی کودک روستایی را از مزایای زندگی محروم کرده بود؟ چه کسی خانواده دهقان را از بهداشت، پزشک، دارو و فرهنگ محروم کرد؟ چه کسی با ریسمان موهومات و خرافات دست و پای شریفترین فرزندان این آب و خاک را بسته بود؟ ارباب، هرچه بود زیر سر ارباب بود. برای ارباب بود هم زمین، هم حاصل، هم کسانی که بر روی زمین کار میکردند. همه و همه متعلق به ارباب بود. به خاطر خدا، به خاطر پیغمبر بذار یه خورده آب بزن. شما برسه خفشا. نه نه خونه کن نخور و ادام میکاشمه. آخه زمینای ما داره از بیابی از به میره. به خون بگی زمینا و آب همش مال خانه. وای بالاخره یه روزی کسی پیدا میگه که انتقام ما رو از شما بگیره. نخجا نکن نخور. برای گرشتر نیه صفا.
بحران و استرابی که فئودالیسم به وجود آورنده آن بود، در بحبوهی که توفان سهمگین جبر و تعدی حقوق حقه دهقانان شریف و رنج کشیده ایران را پایمال کرده بود، زمانی که شریفترین مردم این مرز و بوم در زیر لگدهای قاصبانه و استثمار ناجوان مردانه یک مشت فئودال با فجیع‌ترین وضعی حتی در شرایطی بدتر از زندگی قوم وسطایی جان می‌دادند، در چنین شرایط و اوضاع و احوالی نوری در تاریکی درخشان کرد و روزنی تابناک به سوی صبح امید و آینده پرنوید گشوده شد. دستی از آستین آسمانی برآمد و ریشه ظلم و حق‌کشی را از بیخ و بن برکند، دستی که خدا فرستاده بود. عملی نیست، غیر ممکنه. خام مرتب پول میریزه. من اصلا میخوام بدونم رعیت با دست خالی بدون وجود مالک چطور میتونه حتی یه وجب از زمین آبره؟ کسی که این قانون را آورده فکر همه چیزشو کرده. داری میری؟ نمیخوای تصمیمی در این باره بگیریم؟ بازی یه خورده عقل داشته باش. اونا برای تصمیم من تو ترم خورده میکنم. میخوان که دهقان صاحب زمین بشه، این کارم میکنم. گوش کن. نخیر تو گوش کن. من نمیتونم گوش کنم. یه زمانی بود که من آرزوی یه تیکه زمین داشتم. وقتی اونو به دست آوردم نمیدونی با چه عشق و علاقه ای روش کار میکردم. کمر خمیدم راست شد. منم شاهد. یه احساس شادی و غرور به من دست داده بود. میدونی چه؟ برای اینکه سرنوشتم رو به دست آورده بودم. بذار دهقان هم سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن. اون وقت خودت میبینی چه فعالیتی برای آبادی این مملکت از خودشون نشون میدن. و من خیلی خیلی خوشحالم که میبینم اون لحظه داره نزدیک میشه. آقای سالار خان. دیگه به من نگو خان، چون دوران خان خانی سپری شد. بلند شو بریم پسر. ای بچه، خدا داد، با تو هستم. بله پدر. از نامزد خوشگلت خداحافظی کن، چون وقت رفتن پسر جان. خب، خداحافظ. خداحافظ. بازی، من دیگه تا زمستون صبر نمی کنم، چون که این بچه ها خیلی آتیششون تنده. بیا بریم. خودتو برای عروسی آماده کن. خداحافظ همگی. اون چون خودش دهقان بوده مجبور از اونا طرفداری کنه، چون چاره ای نداره. ولی آقایون، من و شما جدن در جدمون مالک بوده، نمیتونین و نباید این وضع تحمل بکنیم. خب امیدوارم که موفق باشین. از تصمیمتون بعدا منو با خبر کنین. فعلا با اجازتون بنده مرخص میشم، چون یه کارایی دارم که باید انجام بدم. خداحافظ. منم با اجازتون مرخص میشم. تو کجا میری؟ امروز منزل مادر زنم مهمونم، اگه نرم اوقاتش تلخ میشه. خدافظ. مورد شور خودتو مادر زنتو ببره. عجب دنیایی شده، اعتماد و اطمینان از بین رفته. بفرمایید مردونگی از بین رفته. صحبت سر مردونگی شد، یادم اومد که امروز ختم سرون پسرمه. به کلی یادم رفته بود. خوشحال میشم اگه منو سرفراز بکنید. ختم سرون رو ولش کنید. چه اونه بود؟ والا حقیقتش اینه که مادرش مخالف بود. میگفت حالا زوده، بذار 10 سالش تموم بشه. زیبا نبود؟ خارج همونجا ختمش بکنم. من به شوخی گفتم چطوره بذاریم از خارج برگرده. خلاصه با 1000 کلک رازیش کردم. حالا برم تا پشیمون نشده کارو تموم بکنم. خدا حافظ. یعنی چه؟ مگه من مسخره آقایون هستم؟ همه دارن میرن، لعنت به من اگه دیگه تو این مجالس شرکت کنم. بیا بریم گلنار. عماد آقا، عماد آقا، بیا بریم بیاریمش. عماد آقا. پدر، هیچ کدومشون حاضر نیستن برخلاف قانون رفتار کنن. از امروز دیگه حق نداری با پسر سالارها معاشرت بکنی، فهمیدی؟
شما خوشحال نیستین که دهقان آزاد شدن؟ با دیگه حرف نزن. چشم، من خیلی خوشحالم چشم. رفتم کام شد. من خوشحالم چشم. احمق بیشو. فقط با خوبه. طبق آمار موجود بیش از 15 میلیون روستایی در ایران هستند که در متجاوز از 50 هزار دهکده زندگی می‌کنند. این رادیوی لعنتی رو خفه کن. این موضوع رو به سادگی میشه حلش کرد. چطوری میشه به تنهایی با اونا در افتاد؟ حالتون خوب میدونین که تا امروز قدرت مالکین بر قدرت‌های دیگه میچربیده. ولی دارن قدرت‌های ما رو میکوبن، دارن ما رو نابود میکنن. ولی اگه قبل از اینکه کار از کار بگذره شما اقدام کنید، اونا موفق نمیشن. من به تنهایی چی کار میتونم بکنم؟ شما شروع کنید، خواهید دید مالکین دیگه کمکتون میکنن. چی کار کنم؟ زهر چشم بگیرید، اونا رو بترسونید. مطمئن باشین که رعیتان به شما کمک میکنن. نمیدونم، به کلی گیج شدم. بذارید من اقدام کنم. من کسانی رو دارم که دست به اسلحه‌شون خوبه. از رعایای خودمونن؟ نه، غریبن. آدمای سابقه داری هستن. دنبال ماجرا میگردن. اما شما باید سر کیسه رو شل کنید. اگه بخواید زمیناتون از دستتون بره، سر کیسه رو شل کنید. بسیار خوب. ولی قبلا یه عده رو بفرست بدم تحقیق بکنن، ببینم مامور این منطقه کیه. شاید اونو بشناسیم. مباشره عرب قاضی بس شما فرستده. بنابرای مباشر خیلی به من لطف دارن، اما به شما نگفتن که در مقابل این پول از من چی میخوان. میخوان که شما در یکی از مهمونخانه های شیراز یا هر کجای دیگه که مناسبه استراحت بفرمین تا بعدم شما رو ببینن. در ضمن گفتن صلاح نیست که شما با این اتومبیل وارد ده بشین. اگه مشتاق دیدارشون هستین میتونین از همینجا با اسب تشریف بیارین. ما را نماییتون میکنم. بیا این توفیه پرارتشو برگردون به مباشر و بهش بگو من رشوه نمیگیرم و مأموریتی رو که دولت به من داده انجام بدم. برو. آدم باید خیلی دیوانه باشه که از این همه پول بگذاره. برادران و خواهران، برای اوج سربلندی ایران! های مامورین مربوط است که نشون میده این شخص آدم سابقه داری. بفرمی برو. قبلا قاچاقچی مواد مخدر بوده. لطفا پروندهشو بیاری اینجا. به طوری که از گزارش ها استنباط میشه جاده ها رو آدم های قاضی زیر نظر دارن. بله قربان، همینطوره که میفرمید. خب تعجب آور نیست اگه با این وضع روی مامورین دولت هم اسلحه بکشن. به نظر من باید برای از بین بردن اونها از گروه رنجر استفاده کرد. بله قربان.
کدوم افسری رو برای انجام این ماموریت شایسته میدونید؟ سروان کاووس از رنجر پنج هوا برد. این بله بگم. میخوام اونو ببینم. بیارش. اون با شش نفر از افراد خود با چتر پشت محل آبادی قاضی فرود خواند. قبل از عزیمت گروه تعلیمات لازم به اونا داده. خوبه. بفرمایید اینجا. سروان، قبل از اینکه از ماموریتتون با شما صحبت کنم، دلم میخواد قیافه این شخص رو خوب به خاطر بسپاریم. چند نفر از رعیت و صحبت از تقسیم زمین کرده. فقط همین؟ بله، فقط همین. بلش کن، بلش گفتم بلش کن، وگرنه به پدرم شکایت میکنه. من بدون اجازه اون کاری انجام نمیدم. بیده، چون اون اجازه میدی هر کاری دلش میخواد با این رعیت هایی بیچاره بکنه؟ بیده، تو هیچ میدونی چی کار میکنی؟ منو داره سیگار میکشم. خوب یادم میاد در خدا بیامرزان به من نصیحت میکرد و میگفت رعیت یعنی خاطر باربر، شلاقو به دست بگیر، اون وقت میبینی که این خاطر مطیع و فرمانبردار توست. دختر جون، خیر و صلاح مادر اینه که کریم و به حال خودش واگذار کنه. ولی میدونی مادر چه زمانی داریم زندگی میکنیم؟ زمانیه که صدای شلاق و فریاد دهقانا باید بلندتر بشه. این قانونو گذروندن که دیگه صدای شلاقا شنیده نشه. باید از منافع پدر دفاع کنی. فردا که من سرمو گذاشتم و مردم، تمام این املاک به تو میرسه. من نه مرگ شما رو میخوام و نه ثروتتونو. و اگه یه روز من اختیار داره این املاک شما بشم، تمام اونا رو بین زارعین تقسیم میکنم. بچه من نیستی، دشمن جون منی. از پیش چشمان دور شو، برو گم شو. خیال من از بابت اون راحت بشه. خیالتون از طرف اون راحت بشه، من گور میدم. و شما هم گوری دونی، یادتونه چند روز قبل من گفتید که بله باید. میدونم اما آه، بالاخره اون راضی میکنم، شما مطمئن بشه. بله جونو تو رو آزش میکنم. هم دیگه با میزنم. هر گلسا، نمیدونی چقدر از دیدنت خوشم. خب گلسا، حرف بزن، از اون چه خبر؟ برای دیدار شما دقیقه شماری میکنه. آخه من چطوری میتونم خود و دادو ببینم؟ امروز تصمیم گرفته بود وارد منزل شما بشه. نه نه نه، این چه بی احتیاطی. اگه واقعا منو دوست داری نباید جوری تر بندازی. خدایا خداوندا، تو خودت یه وسیله فراهم بیار که مردم در آسایش زندگی کنن و با هم دیگه میباشن. Thank you.
خاموش کرد. ممکنه کوله بخوره به مواد منفجره. جلو بچه ها بپرید پایین. اگه به مانعی برخورد نکنیم مستقیم به طرف فیروزآباد میریم و اونجا منتظر شما میشیم. مردو بپوش و مخفیانه خودتو به ده برسون. سالا رو ببین و سعی کن که اونو پیش ما بیاری. متوجه شدی؟ بله جناب سرور. ببینم که به خونه داری افتادی پدر. داری بچه‌س موزی شدی. کجا رفته بود؟ بله پدر
چی بگم بده؟ لباد کار داشتم دیگه. کارت چی بود؟ ببینم رفته بودی دنبال دختر قاضی؟ نه. دروغ میگی؟ من تو رو خوب میشناسم. تو خاطرخواه اون هستی. گوش بده پدر. ولی از وقتی که منو قاضی بگو مگو کردیم دختر محل سگم به تو نمیزنه. میزر یه حرفا بزنم یا نه؟ اونا تو رو مسخره میکنن. همونطور که منم تو رو مسخره میکنم. خدا من به این بابام چی بگم؟ گوش بده پیره مرد. درسته که تو پدر منی. اما اگه بخوایی مسخرم کنی اون وقت مجبور میشم کتکی بزنم. میخواه پدرشو کتک بزنه. تو با چی میخوایی بزنی؟ با همین دستام. حالا ببینم چند مرد حلاجی. بیا جلو. بیا. تو شاهد باش مراد. آخرش من یه کاری دست این پدر پیرمون میدم. بیا جلو تور سگ. بیا جلو ببینم. میخوام ببینم زور و بازو چقدر ده. بیا. ببینم شما مردی به اسم سالار خان میشناسی؟ چی کارش داری؟ کارش داشتم، میخواستم پیشش کار کنم. اون کاری نه. چای تو بخور رات بگی برو. بزازیه، پارچه های پیراهنی، پارچه های ابریشمی، بزازیه. نسیه میدی؟ خواهش میکنم. هفته پیش یه خانومی یه قواره پارچه نسیه از من خرید. حالا هر چی میگردم خونه شو پیدا نمیکنم. به من گفت خونه سالار خان میشه. سالار خان؟ آها. اون زنشه داره میره. بیا اینا همش دو متر و نیمه. مال تو پولش هم نده. وایسا ببینم. وایسا. سلام مادر. علیکه سلام. من میخواستم سالار خان رو ببینم. باهاش کار داشتم. چی کارش داری؟ قرار بوده که ببینمش. اما حالا هرچی میگردم خونش رو پیدا نمی کنم. همراه من بیرم. آی بزازیه. چطور دیدی؟ هر دوشون جوانای خوبی هستن. از خدا داد راضی نیستم. چرا؟ دائم دورور دختران میگرده. تو هم وقتی جوان بودی همین کاری میکردی پدر. من شبانم که هیچ دختری به پدر من نگاه نمیکرده. سوار بر اسب بود آبادی مزرد شدم چشم تمام دختران دنبال من. ولی من مثل تو بی حیا نبودم. از سوار بری شد بزنم. این یکیو چه میتونم بهت نشونم؟ خیلی خوب با هم میتازونیم ببینیم چی پیش میافته. یالا ببینم. یالا برایمون. آه
بکنید. یالا برو خدا. ولم کنید به خدا قطعی از من زنگ نزده به خدا. سامنه ای کن. کی هستی؟ اینجا چی میخوایی؟ من بچه گلاباد هم اومدم ویروز آباد یه مقداری خیر بکنم برای آقا والا. دروغ میگه دیگه. خدا شاید راست میگه. بگم ببین اصلاحی ندارم که. ای خود نگو نگو من ببینم. نداره قربان. اصلاحه تو چی کار کرد؟ اصلاحه چی چی هم؟ به من کلک نزن. صرفش بیار. من که دارم حیف بابا میزنم. سب کنین، دست نگه دارین. الهی قیمونت برم، بله بود، نزدیک بود با خدا قتل خداحافظی رو بگنم. من این مرد خوب دوستستم، از همشهری های ماست. چی کار کرده؟ پشت درخت ها بود، داشت کشی که ما رو میکشید. ببین این حرومزاده ها از کجا اسلحه گیر میارن؟ چشم پدر. میخوایی مرادم با تو بیاد؟ نه پدر، خودم تنهایی میرم. خدا پشت و پناهت باشه، بادا. چه پسرهای خوبی داری آقا. میتونیم با هم صحبت کنیم. من با تو حرفی ندارم که بزن. میدونی چقدر دوست دارم. ولی من ازت متنفرم. گوش کن، هنگام چی میگی؟ سرود باش تو داد و فریاد نکردم از این اتاق برو بیا. خیلی خوب. چی ازش مواظبت میکنه؟ نوه حسن خان. کافی نیست. چند نفر دیگر رو بفرست کمکش کنن. تقریبا 5 نفر تفنگدار فرستادم جنگل تا جلوشون رو بگیرن. امیدوارم موفق بشن. آرام حیوان. آرام حیوان. چی بودی ها؟ مگه بی شو؟ عطبه بوده مجبور کازم بگیر بود. امیدوارم تا این ساعت هفته کفر بسود بخشه. خیلی خوب، فردا میبینمت. کجا؟ کنار چشمه. باشه، خدا خدا. Thank you.
سالار خان، خوش آمدید. از همه تون متنفرم. به پاش از تو پاکی چشم برم. فقط خدا میدونه چه بلایی سر خدا داد اومده. پدرم این چهاره باید گرفته باشه نشه. ایشون مای ما چی گفته؟ عیب بدی نزدم. نگاه کن تو یه خدا که یه همه به من زل زده. تو میدونی چه اتفاقی افتاده؟ از کجا میدونم پهلوان؟ یادت باشه همین که خبری ازش به دست آوردی به من اطلاع بده. چشم پهلوان. پهلوان نوکره. اینقدر به من نگو پهلوان، چون ممکنه بزنم اونم به چشم پهلوان. نوکره پدرت هم پهلوان. بالاخره هرجوری باشه پیداش میکنم. خیالت راحت باشه پهلوان. دیشب که همه چیز بر وفق مراد. بله همه چیز. پدر، پدر خواهش میکنم بگو با اون کاری نداشته باشه. خواهش میکنم. توقع داری دشمن ما آزاد بذارم تا با یه گوله مغزم و تلاشی بکنه؟ پدر، اون دشمن تو نیست. من قسم میخورم. بی خود قسم نخور. اون میخواد آبروی پدر تو رو ببره. شرم‌آوره. فرداست که انگشت‌نمای تمام مردم ده میشم. دیگه هیچ کس برای حرفای من فاتحه هم نمیخوره. گوش کن پدر، برای آخرین باری که این حرفو میزنم. اگه بازم خودت دو شکنجه بدن من خودمو میکشم. صبر کن. من اونو آزاد میکنم. اما به یه شرط. چه شرطی؟ میخواد که تو برای همیشه پیش ما بمونی و خودتو از ما بدونی. به فرض اینکه من قبول کنم و برای همیشه از پدر و فامیلم ببرم و پیش شما بمونم. آخرش این نیست که من و تو هم بالاخره تو این آتیش میسوزیم و نابود بشیم؟ گوش کن، خواهش میکنم. آخه من تو رو دوست دارم. تو چطور حاضر میشی؟ مردی که دوست داری با افرادی مثل کریم همکاری کنه و از قبیلش رو برگردونه. من ترجیح میدم بمیرم ولی تسلیم نشم. واقعا عجب عشق و محبتی. عزیزم خواهش میکنم گریه نکن. من طاقت دیدن عشقای تو رو ندارم. ببینی فکری به نظرم رسید. من تظاهر میکنم که میخوام پدر رو نجات بدم. اینطوری اونا خیال میکنم میخوام باشون همکاری کنم. ساکت باش، اونا میشنم. گوش کن، پدر تو باید به یک اطرافش گرفتن از طرف دولت تحت تعقیبه. الانم آبادی و قلعه محاصره است. اگه منو تو بتونی از محلی که اسلحه رو اونجا مخفی کردم اطلاع پیدا کنیم، شاید من بتونم قبل از اینکه پدرت دیوونگی کنه نجات بدم. ولی مطمئنم از من کریم و هم دستاش دستگیر و تسلیم و قانون خواهم شد. ساکیت، اونا اگه این حرف رو بشنون حتما تو رو میکشن. با کشتن من کار درست میشه. خودت کمکم نکن. تصمیم بگیر، ما وقت زیادی نداریم. گوش کن خودت، من از جون و دل در اختیارت. خرس، خرس، خرس دیدم. آخه خرسه، بیهای
بگو ببینم چی میخوای؟ والا من عرض بزن و الیا آتش میکنم. من هیچی نمیخوام، آتش نگون نمیکشم. تو گفتی و منم باور کردم. آره تو ببینی این چیه تو دستت گرفتی؟ مواظب باش ده این نره قسمه. بگو ببینم اینجا چه کار داری؟ والا من از این طرف یاد میشدم، دیدم خیلی شلوغه، گفتم ببینم چه خبره این طرف. امشب جشن نامزدی هنگامه خدا داده، فهمیدی؟ تو هم میتونی در اینجا شرکت کنی، برای اینکه من ازت دعوت میکنی. این تفنگو از کجا آوردی؟ از یه نگهبان وظیفه شناسی که داشت نگهبانی میداد بلند کردم. ببینم تو بلدی در کنی؟ والا که بلدم. ببین اینو اول اینجوری میکنی، بعد اینجوری میکنی، بعدشم اونجوری میکنی، بعدشم خودش دعی میده. ببینم چه دعی نیم؟ نمیدونم، مکنه هفتی رو نداره ها؟ ممکنه، ممکنه، شاید. بده ببینم، بده من ببینم دعی دارم. داره؟ آره بابا داره. خب سب کن بگه که بفت اینجوری بکنم. بعد این بگه 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 این بعدش حالا سعیشه بگی اون بعد، سعیشه بگیرم اون بعد. آیا بابا خب حالا تشو بگی تو شکمه. خیلی خب، اونجوری ببین چیشی بکنی. اونجوری بعدش هم اونجوری، اونجوری چه در نمیره بابا. ماس ماس سکیش چی بود؟ تفنگ من کو؟ صدا کجا بود؟ نمیدونم. بریم کجا بود تو؟ من که بلند نیستم بود تو چه چیزی دارم؟ من که نمیدونم. تفنگ همو بده کرده. بیا بیا نسیبا نسیبا. سلام علیکم. ای واسه ببینم کجا رو ببینم. من میمونم، منو نمیشناسی؟ نه. داداشم هم نمیشناسی؟ نه. کیو گذاشتن دمه در؟ هیچکی رو نمیشناسه. داداشت کیه؟ عبدالله. اون خودش منه دعوت کرده. آدرس در این سنگی هستن. بازم منه نشنختی؟ برادرم اومد. برادر کجایی؟ برادر چونه برادر؟ برادر کچکه من. من کچکه؟ باید خیلی آهسته بیای تو. چرا؟ واسه این که اگه مهمونه تو رو ببینه رحم میکنه. باشه بریم. الان میگه به حق چیزایی نشنیده. بابونه بقیه. به حق چیزایی نشنیده. باشم نسی بیرونه بکنم. شش جش قضیه از چه قراره؟ قاضی طوری قاپ پسره رو دزدیده که پایت قید پدر و مادرش رو زده. خدا عاقبتش رو بخیر. امیدوارم که به پای همدیگه پیر بشن. خیلی به همدیگه میان، جفت خوبی هم. متشکرم. چش هر چی داداش جونه بگم موضوع چیه؟ میوه بفرمی، میوه. موضوع چیه؟ هم دونم واقعا اینا با هم عروسی میکنن. چرس کنن کنید. چی میگم؟ از امروز دیگه قاضی جای پدر منه. آفرین. 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 آف
چشه؟ برای برادرم ناراحته. من دیشب یه هفته بودم فیروز آباد میشه باد. من هنوز نمیدونم کنم شیطونی تو رو اونجا راه داده. بابا علی رو همه دوست دارن. خب اونجا چه خبر بود؟ نونو به کوبی بود آقا. بدنی تو خدادادم اونجا بود. خداداد اونجا بود؟ نه. چطوری دست و پاشو بسته بودن؟ نه. شکنجش میدادن؟ نه. کی جایت داره دست پای بدنی شما یه ببنده؟ پس چی؟ یه باسایی خیلی خوبی دمش بود. بله آقا من دیدم پرزرد پاکی نشده من اول نشناختمش یهو خون نگاش کردم دیدم آقا خود خودشه دروغ میگه بگی پسر من خدا داد به خاطر دختر قاضی خودشو فروخته؟ ولی نمیدونم. هرچی میدونی بگو. حرف بزن. تو پسر منو با چشم خودت اونجا دیدی؟ بله بله اون یه تایفا قاضی نشسته بود اون تایفا دختره. چرا اون رو نکشتی؟ من سگه کی باشم که اون رو اون در حضور همه با صدای بلند گفت از امروز قاضی جای پدر منه. دروغ میگی؟ خیانت کار؟ من تو رو میکشم الان تو رو میکشم بایداد بایداد شلک نخری با این سر صداها دشمن از مکان ما مطلع میشه اصلا نمیشه جلاشونو گرفت میشه ولی تو ارزشی نداری بدش به من علی تو با نفراتت برو تو کوهستان با هم همین اطراف مواظب باش تو هم همراه من بیای زود باش
خودت خودت دار. خواهش میکنم حرف بزن. بدونم به چی فکر میکنی. به حرف بزن دیگه. به سرنوشت شوم خودم. به تو. خوشبختی برای من وجود نداره. میترسم بمیرم. بدون اینکه موفق بشم وظیفه‌ای که برده گرفتم انجام بدم. مرگ برای تو نیست. و هر چی که در دنیا برای من عزیزه قسم میخورم که تو نمیری. ما هر دو با هم میریم. و یا من قبل از تو در برابر چشمم جون میدم. دیگه این حرفا رو تکرار نکن. کاری که تو میخوای انجام بدی من قبلا مقدم میدشو چیدم. منظورت چیه؟ مگه تو نمیخواستی آتیشی رو که کریم روشن کرده خاموش کنی؟ چرا؟ خب من ترتیب کارو دادم. چطوری؟ کریم و افرادشو به محلی که پدرتو سرباز هستن راه نمایی کن. ولی قبلا به پدرت خبر بده که آماده باشه. میبینی که قضیه به دلخواه تو تموم میشه و همشون دستگیر میشن. فکر بدی نیست. ولی کی پیغام منو به پدرم میرسونه؟ کلفت من گلنار. اون از هر حیث مورد اطمینانه. پس به گلنار بگو هوا که تاریک شد آماده رفتن باشه. خیلی خوب. سوالی از شما بکنم. چه سوالی؟ وقتی افراد خانوادت زنده بودن همه خدمتگزار مملکت بودن. همه کی حاضر بودن جونشون رو برای حفظ آب و خاک و آزادی وطنشون بدن. حالا سر و کله یه حرومزاده پیدا شده که میخواد حیثیت و شرف خانوادگی شما رو لکه دار بکنه. آیا تو میتونی آروم باشی قبل از اون که حساب اون حرومزاده رو برسی؟ راجع به پسرت صحبت میکنی؟ پسرم؟ اون دیگه پسر من نیست. سالار، قبل از اینکه اقدامی بکنی، بهتره در اطرافش خوب فکر کنی. کاری نکن که بعدم پشیمون بشی. من فقط از شما میخوام برم اونو ببینم. در نبودن من بابا علی و پسرم مراد شما رو به طرف قلعه راه نمایی میکنم. من درد تو رو میفهمم. خیلی خوب برو. ولی از روی عقل و منطق رفتار کن. ما به اندازه کافی نیست و از طرفی ما با این توفنگ رو نمیتونیم از اکتوبا برگیاییم. اگه تو بتونی تعداد کمک به ما برسونی شاید بتونیم امشب با راهنمایی تو به اونو شبیه خون بزنیم و کار رو تموم کنیم. میدونی چیه خداداد؟ این کار فقط از دست تو برمیاد. من و افرادم هر کجا که بریم و هر کاری که بخوایم انجام بدیم بدون شک با شکست رو میشیم. برای اینکه نصف بیشتر مردم اینجا با بازی و افرادش و کارهایی که داره میکنه مخالفن. برای همین که این پیشنهاد تو میکنم. تو باید هر طور شده از هر کجا که از چند نفر اجیر کنی تا بتونیم دستوری که بازی رو به انجام بدیم. حالا دیگه خودت میدونی. تصمیم تو بگیر. تصمیم با خودت. خیلی خوب، من میرم یه دست دوستانم رو برای کمک خبر کنم. موفق باشی. هر چه زودتر برگرد. خیانت؟ این برای خانواده ما
شما ننج. پدر گوش کن چی میگم.
یه خبری براتون دارم. چی هست الله؟ چی خبری؟ حرف بزن. خدا داد کتش که فورا خودتونو به من برسونین، یه کار واجب رو براتون دارم. با چه رسونتر نگو که حالا کجاست؟ من کجا هستم؟ شجاع باش، در کلوه ما رونق اگر نیست هنگامه خواست. بله خندیده مثل این که من خیلی خوابیدم. ممکن بود هیچ وقت هم از خواب بیدار نشی، ولی ناگهان فرشته نجات بر آسمان پرستارت به پرواز دارد. بله اگه اون نبود تو الان زنده نبودی. خب دیگه چه کنی؟ بلند نشو، تو باید استراحت کنی. نه نمیتونم بمونم، باید خودم رو برد و یه سربازه برسیم. تو حالت خوب نیست، فعلا نباید راه بری. من وظیفه ای دارم که باید انجام بدم. اون راست میگه، باید کمک کنه تو کلک این بدجنسه رو بکنه. بله بپیر هم تو بپوش سرمونه خود. بپوش بله میپوشم. خیلی دلم میخواد بدونم چرا پدرم این کار کرد. اونو بپوش بعدم میفهمی. موز داره بپوش دیگه. از خیلی چی شد؟ اوضاع خیلی وخیمه، خود قاضی هم به قلعه پناه خورده. نه وقتی اگه دستم بهش برسه میدونم چه معاملی باش بکنم. بچه جون هممون در خطره، باز یه فکری بکنیم. باید هممون به قلعه پناه ببریم. حرکت.
بشین. نشست. نشستم. دیگم باید کار ندارم. حالا دارم میام پایین. دیدی اومدم پایین. از چرا اومدی پایین؟ خودتو گرفتاری اخلاقی داشتم. منو مسخره کاری. نه. برو کن. Thank you.
بله پدر، من بیگناه بودم. بیگناه؟ بله پدر، من برای دستگیری یاغیا و برای فریب دادن اونا مجبور شدم ظاهراً باشون همکاری کنم. حتی برای تو پیغام فرستادم، ولی نمیدونم اون نامرده چه بلایی سر اون کلفت بیچاره آورده. پس تو به من خیانت نکردی؟ پدر، خونه تو در رکای من جریان داره، چطور میتونم یه خیانتکار باشم؟ پسرم، پدر،